مهر تایید نمایندگان پارلمان ترکیه به عضویت سوئد در پیمان نظامی ناتو. پس از ماها کش و قوس سیاسی، سرانجام ترکیه به درخواست سوئد جواب مثبتی داد. سوئد و فنلاند کمی پس از آغاز جنگ اوکراین خواستار پیوستن به پیمان نظامی ناتو شدند. عضویت فنلاند به زودی تایید شد، اما ترکیه با پیوستن سوئد مخالفت کرد. حالا پس از گذشت 20 ماه چه چیزی موجب شد تا نمایندگان پارلمان در آنکارا با اکثریت به این طرح رأی مثبت دهند؟ وقتی با دقت به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که سوئد خود را تغییر داد. قانون اساسیش تغییر کرد و ترتیبات قانونی عوض شد. سوئد افراد مرتبط با PKK را دستگیر و محاکمه کرد. در کنار آن سازوکارهایی ایجاد شد و نمایندگانی تعیین شدند. منظور این که حساسیت‌های امنیتی ترکیه در مورد مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گرفت. این رویکردی است که حکومت ترکیه در پارلمان‌ها و سیاست خارجی دنبال می‌کند که در مناسبات با سوئد به نتیجه مطلوب رسید. استکهلم یک لایحه جدید ضد تروریسم ارائه کرد که عضویت در یک سازمان تروریستی را غیرقانونی می‌کند. سیاستی که در داخل کشور و فراتر از مرزها هم با شدت در مناطق کردنشین اجرا می شود. این تصاویری از بمباران‌های چند روز پیش در این مناطق سوریه و عراق است. ترکیه این گروه‌ها را تروریست و عملیات بمباران هوایی را عملیاتی برای از بین بردن تروریسم توصیف می کند. اما برای رئیس جمهور ترکیه این داد و ستد سیاسی با سوئد و ناتو ثمره دیگری هم دارد. رسیدن به موقعیت برتر نظامی در منطقه با خرید تسلیحات پیشرفته. در مورد پیشرفت در گفتگوهای مرتبط به فروش F-16، جو بایدن میگوید که دیدگاه مثبتی دارد و آماده است تا پیشنهادش در این مورد را به کنگره ببرد. البته تنها موضوع مورد نظر آنها اقدامات ما در مورد سوئد است. آنها گفتند که به تصمیم مجلس ما در مورد سوئد بسیار اهمیت میدهند. در مقایسه با فنلاند و تایید سریع عضویتش برای این کشور اسکاندیناوی، گردن نهادن به این شرط و شروط و نزدیک به 2 سال انتظار نوعی تأخیر برای سوئد به حساب می آید. کشوری که به داشتن پیشینه تاریخی حفظ بیطرفی در جنگ ها و پیمان های نظامی معروف است، حالا امروز به باشگاه نظامی کشورهای غربی پیوسته. آیا این به معنی چرخشی در سیاست خارجی سوئد خواهد بود؟ درسته، سیاست سوئد در یک دوره بسیار طولانی سیاست عدم تعهد و بی‌طرفی در پیمان‌های نظامی بوده و این یک چرخش بنیادی در این رویکرد است. اضافه کنم که پذیرش این چرخش برای بخشی از تشکیلات سیاسی بسیار سخت است. اما در بخش‌های بزرگتری از تشکیلات سیاسی و در میان مردم احساس مثبتی نسبت به عضویت در ناتو وجود دارد. عده‌ای هم تاکید می‌کنند که این تغییر بر نوع سیاست خارجی سوئد در آینده تأثیرگذار خواهد بود. In the years to come. در آنکارا اگرچه این طرح باید به امضای رئیس جمهور ترکیه برسد، اما پس از این گام گفته شده از آنجایی که کاخ سفید با فروش هواپیماهای F-16 به ترکیه موافقت ضمنی کرده، چشمانداز ارائه این طرح به کنگره آمریکا نزدیکتر شده است. شهره جولانی، لندن.